ادب و احترام دارم به بچه‌ها همیانان عزیز ارجمندم. مجدداً نوروز رو تهنیت میگم، فرخنده باد و خجسته باد میگم برای کره زمین، برای مردمانی که روی کره زندگی میکنن، برای به ویژه هموطنان ما در ایران که استحقاق رسیدن به آزادی رو دارن و اثبات کردن که در این زمینه از نظر فرهنگی آماده شد، حاضر یراقن برای دستیابی به یک آینده بهتر. امروز پنجشنبه است، همیانانم دوستان عزیز ما در نخستین برنامه سال با ما هستن. آقای دکتر ابراهیمیان عزیز خوش آمد. آقای دکتر ابراهیمیان خوش آمدید. سال نو پسح نوروز همه چیز بر شما مبارک. خوبه انشالله سال دیگه مردم ایران بعضی خودش رو با امسال مقایسه کنن ببینن بعضشون بهتر شده. این آرزوی منه. امیدوارم. در این موردی که شما فرمودید، اون چی که اهمیت داره اینه که حکومت هایی که جهت منفعت حکومت با جهت منفعت مردم در دو جهت مختلف حرکت میکنه هرگز موفق نمیشه. اینا حکومت هایی هستن که دشمنی رو میخرند، دشمنی رو دوست دارن، دشمن رو میپرستن. به این کاریست که آلمان نازی هم کرد، روسیه شوروی بعد از کمونیسم هم کرد. به اینا راهی به جایی نمیبرن و آخرش مردم هستن که باید پیروز بشن و این حکومت ها هرگز برای مردمشون هدیه مهمی رو نمیتونن بیارن و زندگی بهتر رو نمیتونن تأمین بکنن. امیدوارم که جهت منافع مردم ایران با جهت حکومت ایران در یه جهت باشه. تشکر می‌کنم. حضور ولیعهد عربستان سعودی در آمریکا، سخنانی که او گفت در همین مملکت، یکی از برجسته‌ترین گفته‌های او اینه که زنان ابسولوتلی 100% با مردان صاحب یک حق، یعنی حقوق مساوی دارن. اینا اتفاقات عجیبی داره در دنیا در خاورمیانه رخ میده. عربستان سعودی رو خالق 11 سپتامبر میشناسن آمریکایی‌ها. در تمام این سال‌ها زیر ضربه تازیانه انتقاد و نکوهش بوده. شخصیتی به یه جوانی پیدا شده در چهره سرزمین خودش در نزد آمریکایی‌ها تغییر میده. در برنامه 60 مینیتس هم شرکت داشته. آقای دکتر ابراهیمیان با دقت دیدن. من فرم متاسفانه فرصت نکردم بعداً ببینم، بعداً توضیح شما. آقای شاهگر بفهم. یک در میون می‌پرسیم. درود بر شما و بینندگان خوب. نوروز بر همه پیروز باشه، به خصوص به اون دلاورانی که واقعا آبروی ما رو حفظ کردند و نشون دادن که ایرانیان هنوز بعد از 40 سال ظلم و ستم براشون عادی نشده و هنوز میستند و در مقابل ظلم و ستم واقعا دادخواهی میخوان. یادمون باشه که تمام کسانی که در زندان ها هستن الان به خاطر همین برخواستن ها و حق خواهی ها، نوروز اونها پیروز باشه. به امید اینکه پیروزی واقعا از آن ملت ایران باشه. این نوروز که میدونید برخلاف چیزی که مردم فکر میکنن 2500 سال قدمت داره و از پادشاهی ایران شروع شده، بسیار قدیمی تر از اینه، حتی از زمان زرتشت بسیار قدیمی تر. زرتشت نوروز رو رعایت میکرد و یکی از سنینی که علاقه بهش داشت و میگفت باید حفظ بشه. و این برمیگرده به زمانی که ایرانیان در فلات ایران شروع به کشاورزی کردن، یعنی بیش از 7-8 هزار سال به طور یقین قدمت داره. و چقدر خوبه که ما از آموزگار بزرگمون زرتشت بیاموزیم و همون کاری که به همه توصیه میکرد رو انجام بدیم. سنت ها بسیار خوبن برای همبستگی ملت، ولی باید سنت ها رو نگاه کرد بهشون، سنت های مفید رو ازش پاسداری کرد و نگه داشت. مثل نوروزی که الان 7-8 هزار سال در ایران ادامه داره، سنت هایی که بد هستن برای جامعه ضرر دارن رو صرفا برای اینکه به ما رسیدن و از خانواده و از دین به ما رسیدن یه نگاهی دوباره داشته باشیم و به کنار بذاریم. به این امید آقای مهندس محمود وسیق، درود بر افغانستان و تبریک نوروزی به مردم افغانستان. درود بر شما و بر تمام بینندگان محترم و ضمناً سال نو و نوروز برای همه تبریک میگم. مبارک باشه، انشالله که سال خوب و خوش باشه و واقعا همه انتظار از این داریم که یک سال بهتر باشه امسال و بتانند که همه از حقوق حقیقی خود برخوردار باشن. آزادی بسیار چیزی است که امروز فوق العاده سرکوب شده، بخصوص در کشورهای ما مسلمان ها، کشورهای اسلامی فوق العاده سرکوب شده و آقای ملک پسر محمد سلمان منظورم است،
اینا هم که از قبول دارید حرفشو که زنان و مردان حقوق مساوی 100% قبول داره که چقدر موفق میشن، امیدوار هستیم که بتونن که هر چیز زودتر در بتونن در این پلانای خود پیاده بسازن، جای خوشی و سعادت خواهد بود برای کاملا کاملا. آقای دکتر بیا سال نو بر شما و همینطور نوروز بر شما فرخنده باد. خیلی متشکرم جناب میبودی، با مهر و عشق فراوان خدمت شما و دوستان نازنینم در دوره این میزگرد که امیدوارم هفته آینده در کنارشون بنشینم، و همچنین به همه هممیهنان و همزبانانمون در سراسر عالم. باید عرض بکنم که بهایان عالم که قسمت اعظم اونها از نژادهای دیگه و سرزمینهای دیگه هستند، در سراسر عالم نوروز رو جشن گرفتن دیروز و همه هر کدام با آداب و رسوم و رقص و ترانه های خودشون به پای کوبی و سرودخوانی پرداختن. برای ایران عزیزمون آرزوی بهروزی و آزادی برای ایران دارم و برای مردمانمون آزادگی و سرفرازی. آقای دکتر ارشادی عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بر تمام بینندگان و شنوندگان و فارسی زبانان هر جای دنیا که هستند. امیدوارم ایران روزی آزاد بشه و ما جشن نوروز رو در ایران بگیریم. اگر این حکومت از بین بره و حکومت آزادی بیاد سر کار، هر روز ما یه نوروز خواهد بود. آقا گفتی چرا آقای نادر آزاد نفر آخر؟ برای که روز اول نوروز همه حرفاشو زده. آقای آزاد درود بر شما. شاید که نوروز و بهاران خجسته باد. نوروز میماند به خاطر اینکه آیین شادی است و آیین نو اندیشی، نو پوشی و نو افکاری است. نوروز یعنی اندیشه نو، زندگی نو، آرمان نو و راه نو برای آزاد زیستن و آزاد زندگی کردن انسان. تشکر میکنم. ممنون. دیروز یک گفتگو داشتم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. جالب بود، ازن سوال کردن که چرا فکر کنیم این شاهزاده بن سلمان به این نتیجه رسیدی که برای یک کشور اسلامی، و این به نظر میرسه که نسخ صریح فرامین اسلامی است، احکام اسلامی است. چه حقوق مساوی اسلام برای زن و مرد در نظر نگرفت؟ حالا آقای وسیق روایتش اینه که به عنوان اسلام شناس، ولی واقعیت اینه که نه، در اسلام حقوق زن و مرد حقوق مساوی ندارن. چرا شاهزاده بن سلمان به این چیز، به این حالت که اگر قرار باشه که عربستان این راه رو طی بکنه، اصلاحات رو پیاده بکنه و برسه به اون منظومه مورد نظر خودش، یعنی پا به پای کشورهای دموکرات دنیا بشه، میدونه که تا حقوق نیمی از جمعیت این مملکت احراز بشه امکان نداره بشه اون نقطه رسید، امکان نداره پیشرفتی به دست آورد، امکان نداره بشه از این تنگنا بیرون رفت، از این زندان هزار اندی ساله به این دست رسیده، در چه داره بدعت میگذاره. این خب به نظر میاد اقدام خیلی شجاعانه است، در نهایت تحول. آقا قرن 21 این قوانین مربوط به هزار اندی سال پیشه، قرار نیست که ما کماکان در هزار اندی سال پیش بمونیم. یک کسی باید پیدا میشد و این به اصطلاح این نظام تارنگ کبوتی رو دگرگونه میکرد، جاش رو یک نظام محکم و استوار به سبک و سیاق همه ملت‌های متمدن بنا میکرد. به نظرم همینه، یعنی به این نتیجه رسید. اگه قرار بشه عربستان دوران نفت رو پشت سر بگذاره، یعنی یه چشم پوشی کنه از فروش نفت، چون نفت تمام شدنی است، خارجش تمام میشه، و اگر قرار بشه پاهای خودش بایسته و بر پایه خلاقیت مردمان خودش به زندگی ادامه بده، راهی نیست مگر شما درها رو باز بکنید که زنها برن و صاحب اشتغال بشن، کما اینکه به اونها اجازه داده میشه که دیگه لازم نیست از همسرشون مجوز دریافت بکنن برای احراز کار، برن تحصیل بکنن، در نهادهای دولتی سرگرم کار بشن، درها باز بشه، زنها از حرمخانه ها بیرون بیان، مردها دیگه بس کنن از نظام مرد سالاری، از اینکه تاریخ رو باز با قلم مذکر بنویسن، تا زنها بتونن
نفس بکشن و نفس کشیدن زنها در یک فضای آزاد تازه آغازه تلیعه رسیدن به یک نظام متمدن و مردم سالاره. ولاغی خب گفتگو رو پی میگیریم. آقای دکتر ابراهیمیان، فکر میکنید که این برداشتی که من داشتم برداشت درستی است؟ یعنی واقعا اون به این نشسته که راهی نیست، هیچ چاره ای نیست و یکی بدعت رو بگذاره؟ ببین، شما اگه به شخصیت حضرت محمد توجه بکنید، حضرت محمد برای زمان خودش یک انقلاب فکری ایجاد کرد. یعنی واقعا اون چی که دنیای عرب در زندگی میکرد این رو متحول کرد. به کسی به روح خصوصیت اون توجه بکنن، اون تحول رو هم باید جزء این روش فکری یا روش مذهبی انجام بدن. این جریان فقط محدود و محکوم به اسلام نیست، در یهودیت و در مسیحیت هم همین مشکلات وجود داشته، نه اینکه نداشته، و این کوشش وجود داشته که مرد رو واقعا بهش مقام بالا و بالایی بدن و زندگی زن رو خیلی محدود بکنن. من نمیخوام اسم بیارم، ولی من یه دوستی داشتم، یعنی آشنایی داشتم که این طبیب بود و در این مملکت این با زنش اختلاف پیدا کرد و میخواست طلاق بده. دیده و طلاق در دادگاه امریکای خوردی مثل این که منظر مالی به نفعش نیست، بلیت خرید با زنش رفت ایران، زنش اونجا گذاشت و برگشت و قضیه تموم شد رفت. یعنی واقعا زن هیچ نه حق حرکت داشت، نه حق بیرون رفتن داشت، و بعدن هم از وسیله یک در حقیقت سند یا کاغذ بازی اونجا زنش طلاق داد که بتونه واقعا از شر قانون خلاص بشه. زمان عوض شده، مذاهبی مسیحیت این کار را کرده. اگه واقعا ما فکر بکنیم در 1400 سال قبل میخواییم زندگی بکنیم، خیلی بعضمون خرابه. حتی در بحث گذشته که در برنامه 60 دقیقه هفتگی 60 مینوت ولیعهد عربستان داشت، واقعا این کار رو خیلی قشنگ نشون داد. با یه خانم خیلی مدرن بدون سرپوش صحبت کرد، افکارش رو توضیح داد و گفت که واقعا عربستان نمیتونه اینجوری پیش بره. ما و عربستان در دهه 40 و 50 و 60 وضع زناش بهتر از حالا بوده. اون چی که در عربستان اتفاق افتاده بود، اون هم نتیجه یک افرادگری بوده که در این دهه 50 سال گذشته در عربستان رشد کرده بود. ما هم اینو نداشتیم، ما هم آزاد شده بودیم و دوباره زن رو در بند کشیدن. اون چی که در ایران داره میگذره مدلی خواهد بود برای تمام خاورمیانه و من فکر میکنم که این مدل به احتمال قوی توسعه پیدا بکنه. حتی من اعتقاد دارم که اون چی که ولیعهد عربستان سعودی میده یه مقدار به واکنش اون چیزی که در ایران داره میبینه، و آتیه ایران فقط با آزادی زن درست میشه. تشکر. آقای شنگه بفهم. من عقیده دارم که دو نیرو در جامعه کار میکنن، سیاست و فرهنگ. سیاست خیلی سریع میتونه کار رو انجام بده ولی میتونه پایدار نباشه. یک انقلاب میتونه خیلی سریع انجام بگیره و یک دولتی کلا عوض بشه، یک دولت دیگه بشه. ولی فرهنگه که پایدار میکنه این تفکر رو. در کاری که داره الان میشه در عربستان بدون شک کار سیاسیه. این آقا یک عملیات انجام داد، یه سری دستورهایی داد و مورد تشویق و بهبه و چهچه بسیار غربی ها قرار گرفت و این رو مجابش کرده که همینجور ادامه بده و بره جلو، که خیلی هم عالیه. من با تصمیمایی که داره میگه 100% موافقم، ولی واقع بینانه باید نگاه کنیم. واقع بینانه اینه که فرهنگ عربستان عوض نشده، این سیاست این مرد قدرتمند در عربستان که داره این دستورها رو میده. فرهنگ داخلی عربستان همون فرهنگ حضرت محمد و اسلامه که بدون شک زن ستیزه، بدون شک حقوق زنان رو پایمال کرده و این کاری که بدون من یقین دارم که این سرمشق این آقای بن سلمان رضا شاه بزرگ ما و آتاتورکه. این دو شخص بیش از 80 سال پیش، رضا شاه 82 سال پیش این کار رو در ایران انجام داد که خواست حقوق زنان رو بهشون برگردونه و بدون یقین بدونی که سرمشق این آقا آتاتورک و رضا شاه. متاسفانه اون فرهنگی که باید عوض بشه زمان بیشتر میگیره. امیدوارم عوض بشه ولی من دلخوشی به این ندارم. تشکر. برای این تصویر نگاه کنید، زکسیوینه سمیانان هم دو تا آدم متوعده نشستن در برابر، یکی زنه یکی مرد، روسری هم نداره، حجاب هم نداره. این آقای هم که نگاه میکنید ولی عهد زادگاه اسلامه، ولی عهد زادگاه پیامبر اسلامه و
ولیعهد زادگاه خلفای راشدینه. خلفای راشدین و سرزمینی است که اسلام در اون شکل گرفته. ما کاسه داغدار از آش شدیم میگه. کاسه داغدار از آش. این داره چهره کشورش رو در نزد جهانیان عوض میکنه. عربستان چهره بدنامی بوده و بسیاری از شاهزادگان سعودی متهم هستند. در این درباری که 3500 تا پرنس داده، 7000 تا عضو داره که اونا کمتر از پرنس نیستن. اینا متهم بودن که از تندروهای اسلامی حمایت و پشتیبانی میکنن. نمونهش خانواده بن لادنه که هنوز هم اونجا مهندسی دارن، شرکت ساختمانی دارن. خود آقای بن لادن 400 میلیون دلار ثروت داشته، گذاشت کنار، رفت توی کوه کمر در افغانستان، کوههای قارهای تروبرا برای انهدام نظام غرب. همین الان هم با دوستان عزیز هستیم، شما هم در منظری از برنامه وزیزی میتونید صحبت بکنید. آقای محمود بسیق عزیز، فکر میکنید موفق بشه آقای بن سلمان؟ من میخواییم یاد بکنم، باز تاکید میکنم روی این کلمه که واقعا تایید میکنم همی حرکت را که اینا برا انداختن و من قرآنی میبینم همی را جناب میبودی، برای دیگه قرآن کریم به صراحت تمام یاد میکنه که در مورد حقوق مرد و زن یاد میکنه که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، عین حق را که مردا دارن اونمو حق باید بر خانمای خود بدن به شکل پسندیدش. بله قرآن کریم جای دیگه یاد میکنه که الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردها سر زنها قوامون هستن که او را بگرفتن که حاکم هستن و مسلط هستن، در حالی که مسئولیتشان هست، یعنی مسئولیت بیشتر دارن. و امروز ما میبینیم که در یک فامیل، در یک هر فامیلی که هست، در هر دیانتی که هست، مردها بیشتر رول دارن، برای اینکه امو شیرازه فامیل نگاه شود. دو رئیس در یک فامیل گنجانیده نمیتونه، یک رئیس باید باشه و اون رئیس کسی است که خب مرد چون در اشتغال داره به بزنس به کار اینا. اما سوء استفاده از این آیات بسیار زیاد شده. همین کلمه قوامون ده واقعا خواستن که مردها سوء استفاده بکنن، که سر زن زورگویی بکنن، زن ستیزی بکنن، ظلم بکنن، جفا بکنن، سوء استفاده انسان هاست. اما قرآن کریم همی صراحت به مثلا آیه 35 سوره احزاب است و می صراحت نام گرفته یاد میکنه، تقریبا 10 خصوصیت زن و مرد هر دوش یاد میکنه و میگه که زن و مرد هر دوشان حقوق مساوی پیش خدا هستن. میگم واسه میگه شما چه دیدی داشتی، چه از چه زاویه‌ای نگاه بکنید. خب تناقض وجود داره. ایشون رفته روایت مثبتش رو انتخاب کرده که به درد این روزگار بخوره. ایده میرن دنبال زوایای تاریک و این نتایجی میرسن که داریم میبینیم دیگه، نتون و محصول عمل کرد اونها رو در منطقه خاورمیانه. همین الان اجازه میشه از بازار آگهی ها بر کنیم برگردیم یه منظر اختصاص بدیم به شما، میتونید تماس بگیرید. فقط تمنا میکنم کوتاه مفید و مختصر ادای مقصود کنید. سپاس. دو روز ماندگار است تا یک جوانه باقیست، باقیست جمع جانان تا این یگانه باقیست. نور نگاه کوروش بر بردگان بابل بعد از هزارها سال در حکمتانه باقیست. حکمتانه کجاست؟ همدانه. اونجا کیا تمدن شگفت رو پیافکندن؟ کردهای ما. هخامنشی کجا بود؟ در انشان بود. انشان کجاست؟ همین خوزستانه، همین جایی که امروز گردیست ها دارن نابودش میکنند و در ایران اراده‌ای برای رفع بحران وجود نداره. امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتم که ایران وقتی به آزادی برسه دیگه ما کاری به سیاستمند، سیاستمدارها، ایدئولوگها اینا برن کنار دیگه، بازنشسته بشن، یعنی از حالا باید شروع کنن کارشون، مأموریتشون تمام میشه. نه اینکه مأموریت بدی داشته، مأموریت فوق‌العاده خوبی داشتن، مأموریتشون جنگ بود با یک نظام ظالم و بی‌رحم و بیدادگر. از این دسته تکنوکرات‌ها، شخصیت‌هایی که دانش دارن، اندوخته های علمی دارن و به کار ایران میاد، ممکنه آپولیتیک باشه، ممکنه اصلا اهل سیاست نباشن، اهمیتی نداره. از این اصف وظیفه اونها شروع میشه، چون اگه سیاست هم قاطی اینها بشه اختلاف پدید میاد، ایدئولوگ ها دارن خونه نشین بشن، بازنشسته بشن. اینا هستن که باید ایران آینده رو شکل بدن.
ولی اگه قراره که ما جنگ و نقار و دعوا رو ادامه بدیم، خوبه همین سیاستمدارا و ایدئولوگ‌ها وارد کارزار بشن و خواهید دید که دوباره همه چیز رو به بیراهه میبرن. اینی که باید گشت جوانهایی رو پیدا کرد یا تکنوکرات‌هایی که ممکن اصلا اهل سیاست نباشن ولی علاقه دارن که دانش و تجربه ها و اندوخت‌های علمی خودشون رو برای ایران هزینه کنن. آقای بیات عزیز بفرمایید. خیلی متشکرم جناب میبودی. شما و دوستان عزیزم درباره خدمات واقعا کارهای بسیار ویژه ولیعهد عربستان صحبت کردید. حقیقت این هست که این جامعه است که از پایه تا بالا همه بر مبنای زن ستیزی و مرد سالاری قرار گرفته، یعنی به هر جزئی از اون جامعه بخوان دست بزنن نیاز به عوض شدن داره. مثلا میگن آزاد حجابشون رو بردارن، خانم ها میگن خب پس ما حالا میخوایم رانندگی کنیم. برای رانندگی بخوان بکنن باید عکس داشته باشن، یعنی اجازه دارن. از مرد باید اجازه داشته باشن که دیگه هر وقت خواستن خودشون سفر بکنن، برای کار و غیره همینطور. و یعنی این یک رخنه‌ای میشه که به طور کامل زیربنای اون جامعه باید عوض بشه و متاسفانه در یک چنین مواردی که اینقدر این جراحی عمیق هست واکنش خیلی تأسف‌باری از قشریون مذهبی خواهد داشت. در طول تاریخ دوستان اشاره کردند که رضا شاه کبیر هم همین مشکل رو داشت. به همین دلیل روزی که از ایران تبعید شدند ایشون بلافاصله فرمان آمد که همه دوباره باید محجبه بشن و سالها طول کشید تا یک تعدیلی در اون پیدا شد. من همیشه با عشق و علاقه فراوان به بیانات و کلام حضرت عیسی مسیح توجه می کنم. ایشون هم وقتی در حال آوردن ایده هایی بودن که جامعه اون زمان اورشلیم و شهرهای دور اون رو میخواست عوض کنه، طبقات روحانی خصوصا و گروهی از مردم با ایشون بسیار مخالفت میکردن، یعنی هر چیزی رو میخواستن عوض بکنن باش مخالفت میشد از هر جنبه ای. ایشون در یک تمثیل بسیار زیبا که شایسته هست همه اون رو به خاطر بسپریم، برگشتند به اونها گفتند شما نمیتونید یک شراب تازه که معنی ایده های تازه، افکار تازه، آیین تازه است، در یک مشک یا کیسه شراب کهنه بریزید، چرا که سبب پاره شدن اون مشک شراب کهنه خواهد شد. همچنین در بیان دیگری فرمودند شما نمیتونید یک وصله پارچه جدیدی رو روی یک لباسی که قدیمی شده بزنید، چرا که وقتی شسته شد این وصله جدید آب میره و اون لباس رو بیشتر پاره میکنه. مشکلات جوامعی که باید از زیربنا عوض بشن دقیقا همین هست که در این دو بیان زیبا از حضرت عیسی مسیح میبینید. ممنونه. کسی قدرت رو واگذار نمیکنه، این تاریخ اثبات کرد. باید قدرت رو از افراد گرفت. واقعا موقعشه الان برخی از استادان حوزه علمیه حتی که اغلبشون ماهیت الله هایی هستن که خیلی گردن کلفتن، بر این باورن که باید گشت مسبب رو پیدا که مسبب فسادی و تباهی و عفونت و این چیزهایی که امروز تو جمهوری اسلامی متاسفانه رایج رواج پیدا کرد اینا حذف کرد. جالبه که اغلب انگشت اشاره به سوی آقای خامنه‌ای دراز میشه، ولی سوال اینه که با رفتن آقای خامنه‌ای مشکلی حل میشه؟ نه، به نظر من حل نمیشه. دشواری های از ریشه ای داریم، دشواری های ریشه ای باید بررسی بشه. در مورد این طرفی که آقای شاهین گیر زدن که احتمالش نیست، نه اگر تون باشه همین ادیان هم با زور شمشیر در برخی از کشورها بر تسلط پیدا کردن. شاه اسماعیل صفوی با زور شمشیر ایرانیان سنی رو شیعه کرد، خلافت عثمانی با ضربه شمشیر بر بخشی از اروپا سیطره پیدا کرد، اروپای شرقی، شمال آفریقا، حتی همه عربستان سعودی که امروز شاهدش هستیم. اگه تازه
بارقه‌های از تمدن هم، تمدن اروپایی وارد عربستان شد. عربستان دهه 50 که می‌دونیم خیلی چهرهش فرق می‌کرده تا امروز. آلامت‌تر بودن اینها. به خاطر همون، به خاطر به اصطلاح سرایت پاره‌ای از ارزش‌ها بوده از سمت قسطنطنیه به سوی همین جزیره العرب. و اینی که نه، یک فرس، یک نیروی ماهواره‌ای قوی مثل شاهزاده بن سلمان میتونه اثرگذار بشه، که ما که اثرگذار شده روی خانم‌ها. الان زنان سعودی هوادارشن، جوانان سعودی سخت پشت سرش ایستادن، سنت‌گراها، پیرمردها یا مفتی‌های کهنسال البته در مقابلش ایستادگی میکنن. مادرش در برابرش ایستاده، میگه توی کارهایی که بیاری میکنی خلاف اسلامه، در روی مادر بسته، حبس کرده مادرشو. جناب بودی، برای که معتقده دونم. من عقیده دارم که این تغییرات سریع به عنوان سیاست یک کشور میتونه انجام بشه، ولی برای پایدار بودنش باید فرهنگ اون کشور عوض بشه. بله، خب فرهنگ خودش فرهنگ میاره. اگر بتونن این کارو بکنن، مثلا توده های زنها رو پشت سر خودتون داری، این فرهنگ عوض شده دیگه. آقا نقاب رو برداشتن شوخی نیست. من میشد چهره زن رو دید، زنها باید از چه ایشون میاد توی خیلی شاده به حرفش هم اینه، به مفتی ها میگه در تمام قرآن به من میشونید کجا گفته نقاب باید بزنن خانم ها، حرفش هم نقاب نداشتی یه چی میزنن اینا. خب بنابراین پی میگیریم آقای آقای ارشادی، ما نفر آخری اول مسیحیت بعد کفار. بفرمایید. توجه میکنم که برای اولین بار مسیحیت یگانگی بین زن و مرد پیش آورد و گفت خدا اونها رو زن و مرد آفرید، هیچ امتیازی به هیچ کدومشون نداد، گفت این دوتا با هم مساوی هستن. و بعد میگه نه تنها زن و مرد مساوی هستن، از هر نژادی که هستن انسان مساویه، مساوی خلق شده. اینکه ایشون میفهمن باید فرهنگ عوض بشه، من نمیدونم ولی از عربستان سعودی کی میخواه اعلام بکنه که مرد اجازه نداره بیشتر از یک زن بگیره. اگه اینو اعلام بکنه اجازه میدن سر جاش بمونه یا نه؟ قطعا اینجا خواهد رسید. بله، یکی از طرحشون همینه، خود ایشون هم فقط یک زن داره، یکی از معدود شاهزادگان سعودیش که یک زن اختیار کرد. یعنی واعظ غیر متعز نیست که بگه این کارو بکنید، خودش با بینا به نظرم جالبه دیگه. آقای محمود وسیق نیست که حرف نزد. بله، من در این قسمت نظر ما ممیز که واقعا ابتکارهایی را که ولیعهد عربستان انجام میده بعد از یک مدت زمان آیست آیسته خودش فرهنگ میشه. بله، اگر واقعا تداوم پیدا بکنه فرهنگ میشه. چرا؟ خب باید فرهنگ از یک جای باید عوض کرد، از یک جای باید تغییر درش آورد و شک درش نیست که کسای دیگه نمیتونه کاره، مگر کسایی که قدرت داشته باشه. برای اینکه واقعا طبقه روحانیون در هر کشور اونا به هیچ قیمت قدرت نمیخواین از دست بدن، بزرگترین چیز است برشان، امتیاز است برشان، نمیخواین از دست بدن، میخواین داشته باشن و حاکمیت داشته باشن. اما فقط قدرت اگر از پیششان گرفته شود، در اون وقت است که اینا هم شاید تغییر در روش خود میارن، مسلمان ها هم اسلام خود میفهمن و کاملا همی آزادی را مصد در صد تایید میکنم که انسان ها تا وقتی که آزاد نباشن در حقیقت متاسفانه اسیر هستن انسان ها. در یک کشور اسیر انسان های دیگه است که انسان برش میگه چه قسم لباس باید بپوشن، چی نوع صحبت باید بکنن، چی بگوین چی نگوین، در حالی که اسلامی نیست. اسلام که قرآن است کاملا امیس به می صراحت تمام آزادی بیان را بر انسان ها اجازه داده و اتاق آیه عبده و عجده سوره زمر به می صراحت یاد میکنه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شما مجده بتین بنده های مرا، اونایی را که به سخن گوش میتن و بهترینش نه تنها قبول میکنن بلکه تعقیب میکنن، فالو میکنن، و اینا کسایی هستن که آیه بعدیش میگه کسایی هستن که خردمند هستن. تشکر میکنم آقای نازم. بفرمایید آقای نازم، ما رو بالاخره فهمیدیم جز کفار رو حساب شما، جز مسلمانان که متدینی که دائما هر هفته به مسجد میرن و در مراسم نماز شرکت دارن، سخنرانی میکنن،
یا بالاخره ما نفهمیدیم کدوم تن آخرین محلی که رفتید سخنرانی کردی کجا یا سخنرانی گوش دادی؟ والا من معتقد هستم در نه آخرین جایی که رفت مچ خود بگی نه میخوام ببینم کجا گرفتی یا سخنرانی گوش دادی یا سخنرانی کردی نه در من در کانون سخن صحبت کردم درباره آزادی انسان و اعلامیه حقوق بشر که نظام چه بوده که هفته پیش قبل از اون کجا بودی؟ قبل از اون در بنیاد ایمان در اهمیت اطلاع هویت ملی ایران من یه شعاری در اونجا دیدم خیلی نظر من جلب کرد حالا ممکنه یه شعار چیه شعار؟ نوشته که در اونجا نوشته زده تو ویترین که هدف و آرمان این نظام فرهنگی ایمان اطلاع هویت ملی ایرانی و برگزاری جشن‌های ایرانی نوروز، چهارشنبه سوری و تمام جشن‌های ایرانی احترام گذاشتن و هرچه باشکوه کردن و برقرار کردن این جشن‌ها آرمان این نظام فرهنگی ماست من فکر کردم که این یک انقلابه که در یک سازمان مذهبی در حقیقت به آرمان‌های ملی اهمیت میده برخلاف اون شیخ عقب مونده به اصطلاح مرتجع که به فرهنگ ها و جشن های زیبای ایرانی حمله میکنه که آنها غیر اسلامی است اشتباه میکنه به قول قرآن ایشون و به قول قرآنی که من رفتم خوندم من قرآن نخوندم گرام اینا سر قبطی میگن من قرآن رو خوندم دقیق میتونید آیه بایی آقا از من سوال بکنید که به ملت ایرانی که مسلمان هستند و آزاد هستند که مسلمان بشن و در یک جامعه دموکراتیک مادر من و خواهر من میتونن به مسجدم برن نمازشون بخونن آزادن در عبادت خودشون در دین خودشون ولی در مقابل اگر فردی هم میخواد کافر باشه این قرآن میگه که لکم دین کم ولی دین تو برای خودت کافر باش اونم برای خودش مسلمان باش به هیچ کس مربوط نیست اگر خدایی وجود داشته یا داره اون هست که قضاوت میکنه که یک آدم فرض کنید که دموکراتیک میتونه در یک جامعه دموکراتیک در یک جامعه آزاد هر کسی میتونه راه خودش رو خب اینا ادامه من بعد رفتم قرآن رو خوندم که در حقیقت دفاع کنم از حقوق انسانی مسلمانان نه از حقوق مرتجعین ملاهای اسلامی اینها قرآن رو مردم غلط تعبیر میکنن در همین آیه 67 سوره حج میگه خداوند میگه لکل امت ما برای هر قومی و جعلنا مناسکهم ناسکوهم فلا ینازعون نکه ای محمد ما برای هر قومی برای هر ملتی آداب و رسومی قرار دادیم که اینها آداب و رسوم خودشون انجام میدن و ای محمد به تو مربوط نیست به اونها آرگیو نکن اونها با تو وارد جنگ و جدال نشن تو برو راه خدا رو به مردمشون بده بنابراین جشن های نوروزی جشن چهارشنبه سوری جشن صده و هر جشنی که در هر قومی و ملتی برگزار میشه منافاتی با باورهای دیگه داشته در مورد جناب آزادراد دکتر آزادراد میخواست بار دفعه مرتبه قبل که به مسجد ایمان با هم بودیم موقع نماز شد همونجا که اون اسمش را فراموش میشه اولا گفتن که یا جناب آزادراد یا از ما خواهش کردن که نماز بتن پیش با جناب آزادراد پس پیش نماز هم شده آقای آزادراد میخواستن پیش نماز اگر در یک بارگاه مذهبی که بتونن حرفایی که اون آقای بهرام مشیری میگه اینو نگفتی به ما نه اجازه بدید اگر آدم بتونه همین حقایق رو برای همون مردم بزنه الان مردم آگاه تشکر سعی تو سرت نظرم در یک مجلس مذهبی تشکر آقای خامنه‌ای روز نطقی کرد مناسبت نوروز که به نظرم خیلی شنیدنی بود ایشون گفت آزادی بر مبنای قانون دین و شریعت این تعریف آقای خامنه‌ای از آزادی است در ایران دیروز با صراحت دوباره تکرار میکنم آزادی مبنای آزادی دین قانون و شریعت نخست دین دینی که آقای خامنه‌ای اشاره میکنه مبتنی بر اصل قانون مبتنی بر اصل بلاتقی اول قانون به قانون اشاره
مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فقیه. دو، خود دینه. و ما میدونیم تعریف جمهوری اسلامی از دین چیست، تعریف جمهوری اسلامی از شریعت چیست. یعنی به شکل این هر سه به هم وابستگی هم دارن، حلقه های یک زنجیره. خب بنابراین تمام کسانی که خارج از این از تعریف میشه حضورشون در ایران، یعنی شهروندانی هستند که با هیچ کدام از این سه اصلی که شما برشمارده، مثلا یهودی ها، مثلا باهایی ها، مثلا زرتشتی ها، مسیحی ها، اینا دیگه شهروند محسوب نمیشن، یه شهروند درجه یک محسوب نمیشن دیگه، اصلا در این چهار دیواری تعریف نمیشن. و وقتی شما میگه قانون، قانون مطلقه ولایت فقیه در رأس قانون مطلقه فقیه چی نشست؟ شخص رهبر جمهوری اسلامی به نام نزدید آقای خامنه ای. شهروند کسیست که به اصل ولایت فقیه، یعنی به شخص آقای خامنه ای متعهد باشه، به دینی که جمهوری اسلامی ازش تعریف خاص و ویژه‌ای داره متعهد باشه، و همینطور به شریعت، شریعتی که از سوی لابد، چون شریعت یعنی دین کرد یا دین کرده ها یا احکامی که دین صادر کرده. چیا خودشون متولی این میدونن؟ همین فقها ها و مجتهدین و بالاخره مراجع تقلید. اینا متولیان برخلاف قرآنه. برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. قرآن ولایت همین برنامه رو پی میگیریم. مجددا تبریک میگم نوروز رو به هموطنان ارجمندم، عید پسح رو به هموطنان یهودی، همینطور آغاز جشن نوروز بهار به جامعه بهایی که نوروز رو هم جهانی کردن، ششم فروردین زادروز آشور زرتشت، سیزده نوروز در پیش همینان، جشن یکی پس از دیگری. اما در این منزل میریم به سراغ هموطنان ارجمند. شماره تلفن استودیوی ما 818-342-3031. خواهش کنم کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود بفرمایید. این شنوندگان ما چی میگن؟ خط شماره یک بفرمایید. درود بر شما، سال نوتون مبارک. درود بر شما، با شادمانی های نوروزی برای سرزمین کهنم ایران، زمین بزرگ و ملت سرفرازم و بانوان خیابان انقلاب. بایدن. جناب میبودی عزیز، درود بر مهمانان شما. من میخواستم با اجازتون جواب سخنی که مهمان عزیز شما راجع به بنیاد نوروز گفتن میخوام بگم. ببینید، من در تورنتو کانادا دارم زندگی میکنم، در جایی زندگی میکنم که به نام لانه جاسوسی و میلیون ها دلار و میلیارد ها دلار ایرانیان در بند در این کشور و در این شهر سرازیده. پس ببینین من در کجا زندگی. چی راجع به بنیاد نوروز ببخشید کسی با... خانم عزیز، خانم کسی راجع به بنیاد نوروز حرف نزد؟ نه، بنیاد ایمان، ببخشید. آه، بنیاد ایمان، بفهم. ببخشید. بعد من میخوام بگم اسم از کسی نمیبرم جناب میبودی عزیزم. فقط ما اینجا میخوام بگم که در زیر این پرده های آزادی در خارج از ایران زمین که این بنیاد ها میدن، اینها فقط تبلیغات عوام فریبی است. همونجور که شما میدونین من در آشورا چندین بار در شهر تورنتو من شرکت کردم، فقط تبلیغ به مردم، گل روز میدادن به مردم، کیک میدادن، بیسکویت میدادن و تبلیغات مثبت میکردن، در صورتی که ما میدونیم در سرزمین ایران زمین وقتی که یک دختر باکره رو که میخوان اعدام بکنن، اول بهش اونو یک تجاوز شرعی میکنن، بعد یک گل روز و یک قرآن و یه تیکه پارچه در خونه پدر مادرش میبرن، میگن این هدیه ازدواج شب من و دختر شماست و دختر شما صبح ساعت 5 بالای چوبه دار رقصید. اما ما اینجا جشنی داریم به نام تیرگان که این جشن تیرگان زیر دست اتاق بازرگانی ایرانیان هست که تمام اینها اگر آقای میبودی اجازه بدن من نه چیزی نگید دست بنیاد جمهوری اسلامی هست که اینها به زن و به ساز و به رقص و چه از فرانسه شنبه‌زاده رو میارن، چه از نمیدونم آقای مشکین قلم رو میارن، اینا نمیدونن، آگاه نیستن که زیر این جشن بزرگ شادمانی عوام فریبی است. با درود به درود، خداوند نگهدار و ایران و شما باش. طوفان کانادا. درود بر شما، فرمایید.
بفرمایید. میرم رو خط دیگری. درود بر شما، بفرمایید. هلو. هلو، بفرمایید. سال نو مبارک، نوروز پیروز. سال مبارک. من موقع ما جشن میگیریم که ایران آزاد بشه، اون عید اصلی ما هستش. بشه. میخواستم بگم که برای این برنامه که دارین و صحبتهایی که میشه، ما خیلی مشتاقیم که آقایون نظراتشون رو بدن و ما گوش بدیم. منتها من فکر میکنم این نص صریح قرآن که شما انقدرش اعتراض دارین و نمیدونم اصرار دارین، قبلا داره به توسط این شاهزاده پیاده میشه. چرا که در قرآن شما از اون آقا مسلمونه بپرسین، نه سنگسار وجود داره، یه انسان رو حق نداری سنگسار کنی، نه نمیدونم حجاب اجباری وجود، اصلا حجاب موی سر نداریم، اصلا صورت باید معلوم باشه، کف دست باید معلوم باشه. عرض کنم حضور انور شما، این ولایت فقیه هم که اصلا در اسلام نداریم، اون آقایون میتونن صحه بذارن رو حرف من، و همینی که زن و مرد کاملا مساویان هست، ولی آقای مسیحیه، البته پنل شما زن و مرد مساوی نیست، چون من چند بار درخواست کردم که اونجا باشم، شما هیچ وقت اینو چی نکردی، استقبال نکردی. به هر حال وجود مرد رو تقریبا از طرح طاهره قرة‌العین تا موقع که شهناز پهلوی رو قبول نکردم، فقط خواستم به جای یه زن یه مرد باشه، در وجود مردها هستش و این کار انجام شده. ولی آقای مسیحی که شما جوال دوزو تو چش خودت نمیبینی، سوره من رو خطم منو بگم بفهمید، سوره کوانترینز یک سوره 11 میگه که سر زن مرده، برای همین باید پوشیده باشه، ولی سر مرد خداست و باید پوشیده نباشه. کوانترینز 11 شماره 1 رو بری میبینی. خب اوکی، پس بین زن و خدا یه عاملی به اسم مرد گذاشته. دو، خب کلمی ها سرشون رو میپوشونن، ولی اینجا مسیح عوض کرده و گفته سرتون رو نپوشید. چرا بین زن و خدا باید یه رابطه مستقیم نباشه؟ شما اینو بچسب، چرا به قرآن چسبیدی؟ به آقای بهایی هم یه صحبتی داشتم که بعدن میگم اگه بتونم تو پنل بیام، و میخواستم عید اونا رو هم تبریک بگم، عید مشروب خارم تبریک بگم، فلد نیستم به عبری که جوری بگم، ولی آنچه که میگذره الان درست تازه نصف صحیح قرآنه، و روز شب خوشی داشت بشین با امید آزادی ایران. خدافظ. تشکر میکنم، ممنون. درست برشما میفرمایید. درود بر شما آقای مهبودی. من میخواستم یک سوالی از شما بکنم. در برنامه شما سه تا از دوستانی که صحبت میکنن راجب الو بفرمایید. الو. بله بله بفرمایید. بله، سه تا از دوستانی که صحبت میکنن راجب ایدئولوژی اسلام صحبت میکنن، این یه خود توازن قوا رو یه خود خارج میکنه. یکیشون که اون آقای افغانی هستن که زبان فارسی هم آدم درست نمیفهمه، همش اینو میخواستم بگم که هر موقع یه انتقادی میشه، مثلا اون آقای میرزا قاسمی حداقل احساساتی میشد، ولی این آقا همیشه میگه تبارک و تعالا و خداوند مهربان در قرآن اینو گفته. این که خب به جایی نمیرسه آقای مهبودی، اقلا آقای میرزا قاسمی رو برگردونی، اقلا خود چیز بشه، برنامه پر قدرت بشه که اقلا میخواد بخندیم. حضورت که از کنم تصادفاً اون زبان فارسی که مورد اعتراض شده از همین خطه درست شده، یعنی ریشش در همین افغانستانه، در همین خراسان بزرگ ماست. ما اگه اشکالی در ماست یا تو ماشه، خیلی از واژه های کهن و ماندگار رو تصادفاً آقای وسیق مورد استفاده قرار میدن، ما یواش یواش با اونها بیگانه شدیم. اگه دنبال به زادگاه زبان فارسی میگردید، باید حتما تشریف ببرید اون همون منطقه، اونجاست. اولین شاعر پارسیگوی ایران بعد از حمله اعراب رودکیست، اهل رودکه، یکی از دهات سمرقنده. سمرقند امروز جز خاک ما نیست، ولی اینجا همین مناطق بخارا، سمرقند، رودک، همین نیشابور، اینا مرکز به اصطلاح برآمدن زبان فارسی بوده. آقای فردوسی اهل توسه، تازه اهل خود توس هم نیست، از یک روستایی در نزدیکی توسه. اون کجاست؟ در همین منطقه، از خراسان بزرگ جا گرفته.
میرم رو خط دیگری. بعدم این برنامه برای خنده نیست دوست عزیز، به نظرم برنامه رو عوض بکنید، ببینید یک جای دیگه. اینجا مباحث خیلی اساسی اصلی دارید. از یه طرف معترض اینه که ترکیب قوا به هم ریخته، چون تمام کسانی که به قرآن استناد میکنن توی برنامه تقویت شدن، بیشتر شدن. بعدم نفهمیدم خلاصه چی میگی. یه بار یه حرف خودتون رو گوش بکنی. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. بله قربان، بفرمایید. آخرین تلفن، بفرمایید. بفرمایید. آقای مهبودی جونم، بفرمایید. چیزی میخوام عرض کنم خدمت شما و مهمانان عزیزتون، اینه که آقای خامنه ای که فرمودن در مورد آزادی وابسته به دین هست، این دینی که آقای خامنه ای داره مال انگلیسه، هم انگلیس هم روسی. الان تو ایران دو تا دین هست، یه دین روسی و دین انگلیسی. اینا از این دو دین پیروی میکنن. هیچ دین قرآنی و محمدی و اینا وجود نداره. الان بهترین دین تو ایران روس و انگلیسه. خیلی ممنون که این وقت به من تشکر میکنم. سپاسگزارم. شما کارشناس انگلیس و روس هستید، ممنونم. سپاسگزارم از حضور دوستان عزیزم. آقای دکتر بایات خیلی تشکر میکنم از حضور شما از راه دور، ممنونم. سپاسگزارم. آقای دکتر ابراهیمیان تشکر. آقای دکتر آزاد را سپاسگزارم. آقای شانگی تشکر میکنم. آقای ارشادی سپاسگزارم و آقای مهندس محمود وسیق. ایدر اگر عاشقی در پی دلدار باش. تشکر از آقای امیر شهرتی از که این برنامه دشوار رو هدایت کرد. از شما صمیمانه ممنونیم که در نهایت نزاکت حرفاتون رو زدید.